بسم الله الرحمن الرحیم. در میان شهدای بزرگوار کربلا شخصیت های نام آشنا و برجسته‌ای همچون بریر بن خزیر همدانی، عابس بن ابی شبیب شاکری، حبیب بن مظاهر اسدی، مسلم بن اوسجه اسدی و امثال اونها حضور دارند. اما باید دانست در کنار این بزرگواران شخصیت‌های عظیمی هستند که گمنام و ناآشنا هستند و اسم اینها فقط در بیان وقایع روز عاشورا به میان آمده است، یعنی شخصیت‌های مطرح و سرشناسی نبودند، اما نسبت به امام حسین علیه السلام چنان معرفت و ایمان و باوری داشتند که خود رو و جان خود رو در راه امام حسین علیه السلام با ایمان کامل و یقین فراوان بذل و بخشش کردند و دادند. یکی از این بزرگواران گمنام سوید بن عمرو بن ابی مطاع خثعمی است که اسم این مرد بزرگ همراه با دوستش بشیر بن عمرو حضرمی که هر دو از شهدای بزرگوار کربلا هستند در وقایع روز عاشورا آمده است. سوید بن عمرو بعد از شهادت بشیر بن عمرو حضرمی به میدان رفت و با دشمن جنگید و به شدت مجروح شد و بر زمین افتاد، در بین کشته شدگان قرار گرفت و افراد دشمن احساس کردند که او از دنیا رفته است. بیهوش بر زمین افتاده بود تا عصر عاشورا. عصر عاشورا همونطور که بر زمین بود به هوش آمد و شنید که لشکریان دشمن میگویند که حسین ابن علی علیه السلام کشته شد. لذا با همان حالتی که داشت، جراحات سنگین شدید، برخاست. شمشیر او رو دشمن ربوده بود، کاردی رو در لباس خود پنهان کرده بود، اون کارد رو در دست گرفت و به سوی لشکریان دشمن حمله برد و در جریان نبردی که با اونها داشت به شهادت رسید. سوید بن عمرو آخرین شهید کربلاست، یعنی او حتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام با دشمن جنگید و به شرف شهادت نائل آمد. سلام خدا بر او باد. سلام. شنیدی همه نخوان بالا سری بخواد برات اتفاق میفته؟ مردی که امشب زیر سایه کلاخوت نشسته، داستانش از این قراره که یه روزی برای کمک به خانوادش کار کرده، کار یدی انجام داده، شاگردی کرده، سختی کشیده است، ولی طی اتفاقی یه نقص عضوی براش اتفاق میفته. اصلا خبر نداشته که قراره یه روزی با همین دستی که نقص عضو براش اتفاق افتاده یکی از بهترین عکاس‌ها بشه. یه جایی یکی دست رد به سینش زده، خدا بهش گفته صبر کن، خودم حکمتشو بهت نشون میدم. صبر کن، خودم باهات دست میدم. بشنویم قصه امیر حسامی نجات رو، عکاس حرم سید الشهدا. تو حسینی از سر گذشت مرد عاشق پیشه مهمون ماست که به عشق حسین ابن علی خودشو بازنشسته میکنه. دست سرنوشون رو به سمت بزرگترین پروژه معنوی کشور میبره که باعث میشه آرزو و عشقش به ابا عبدالله رو زندگی کنه. حمید رضا آزادگان. به سرگذشت امشب خوش اومدید. سلام آقا. سلام. خوش اومدیم به اثر گذشت. ممنونم. قراره قصه آقای حسامی نجات رو بشنویم، زندگیشون و مسیر حرفه‌ای کارشون و هر چیزی که خودتون دوست دارید بیننده های ما بشنوند و منم کنجکاوم بدونم، چون یه کلیتی از روایت ایشون میدونم و خودتون برای ما میگید. اسم کوچیکتون آقا من نمیدونم. کوچیک شما هستم امیر. بزرگواری امیر آقا. اهل کجایین؟ محله های پایین شهر قم. قم
همونجا بزرگ شدین؟ بله. روزای بچگیتون چطور میگذشت؟ خانواده، پدر، مادر، خانوادتون مذهبی بودن؟ بله. بچه های دهه 60 معمولا شروع زندگیشون و نوجوانیشون همراه میشه با جنگ. من تا 6-7 سالگی که خاطرم هست زندگی خیلی آرومی نداشتیم. بعضی وقتا توی کوره های آجرپزی زندگی میکردیم و به خاطر حملات که صدام به شهر قم داشت ما مجبور میشیم که بعضن خارج از قم توی کوره های آجرپزی زندگی بگذرانیم. و یه قدری که بزرگتر شدم کلاس اول ابتدایی نمیرفتم هنوز، چون توی 6 سالگی بود که مشغول کار کردن توی مغازه دوچرخه سازی شدم و از همون موقع کارو شروع کردم و آروم آروم وارد هیئت‌های عزاداری می‌شدیم تو دهه محرم. برنامه‌هایی که توی مسجد‌های محلمون گرفته می‌شد، یه مسجدی داشت، مسجد از زهرا تو محله آلوچو. این بچگیه که گفتین گره خورده بود به جنگ، خودتون هم چیزی یادتون هستش از اون احوالات؟ بله، من دقیقاً روز عید قدیر پسر کوچیک خودم رو بردم محله قدیممون و دونه دونه داشتم خاطراتی که تو زمان جنگ برای خودم اتفاق افتاده بود برای پسرم تعریف میکردم. یه روز صدام یکی از مدارس قم رو که من محله خود ما هم بود زده بود و مادر بزرگم خدا رحمتش کنه که خیلی به گردن من حرق داشت، ایشون دست منو گرفته بود بکش بکش داشت میبرد به سمت مدرسه ای که اخوی بزرگترم اونجا درس میخوند و خراب شدن دیوارهای کاگلی و از صدای هواپیما من قشنگ به چشم دیدم. و هفته گذشته برای آقا مهدیار داشتم تعریف میکردم که چه اتفاقهایی زمان جنگ برای ما افتاد و ما چجور زندگی کردیم و شما تو چه آرامشی دارید زندگی میکنید. حالا اینکه گفتین کار میکردم، اوضاع مالی پدر چطور بود؟ خب من پدرم راننده کامیون بود، پدرم و عموم راننده کامیون بودن و توی جاده ها اکثرا کار میکردن و نمیدونم موقعی که من مادرم فرستاد سر کار به خاطر شیطونیایی بوده که میکردیم یا به خاطر مسائل مالی زندگیمون بود، ولی مسائل مالی زندگیمون تا اونجا که خاطرم هست جالب نبود. و اولین مزدی هم که من گرفتم دقیقا خاطرم هست 5 ریال حقوق یک هفته کار کردن من، باد زدن به چرخ‌ها و آب آوردن برای پنچرگیری این چرخ‌ها بود. یعنی یه جورای کمک خرج خانواده بله، هم بودیم که نهار اون روز خونه رو من از یه مغازه توی محله من بود که 2 تا ساندویچ کتلت و ماکارونی گرفتم برای نهار اون روز، اون از خوشحالی که مثلا امروز من تونستم این کارو برای خونه انجام بدم. چون گفتین پدرتون هم به هر حال مذهبی بودن، خانواده‌تون هم بافتش این شکلی بود، توی زمان جنگی که بچگی شما داشت می‌گذشت پدرتون قم بودن یا اهل جبهه رفتن بودن؟ پدرم قم بودن و جبهه هم زیاد می‌رفتن و سالش خاطرم نیست، ولی تو همون نوجوانی فکر می‌کنم 6-7 سال خاطرم نیست، یک سفر منو با خودش برد جبهه، پشت جبهه که سربازا رو با که می‌بردن برای اعزام به جبهه ها. خب من خیلی به پدرم علاقه داشتم و این باعث شد که موقعی که میخواستیم از هم جدا بشیم من جدا نشدم و گفتم میخوام بیام. اینو که چند پیش با مادرم صحبت میکردم میگفت من اصلا باورم نمیشد که آقاد، من به پدرم گفتم آقاد تو رو برده باشه. بچه 6 ساله. آره فلانی همسایه اومد گفت که محسن امیره رو برد. گفتم کجا؟ گفت بردش جبهه. و این اولین خاطره خیلی جذاب من بود، از یه خاطره موندگار از جنگ و جبهه بود که تونستم با پدر خودم برم به جبهه. و حالا خاطراتی بود که توی اتوبوس اتفاق افتاد یا خاطراتی که پشت جبهه موقعی که مثلا پذیرایی میکردن رزمنده ها، تا جایی که رزمنده ها از یه حصاری بود که رد شدن و اونجا یکی اومد بالا و منو پیاده کرد گفت از اینجا جلوتر شما نمیتونی بری و من چند ساعتی اونجا مشغول بودم. این پوکه هایی که از جنگ بود و این ترکش هایی که اونجا ریخته بود کلی جمع‌آوری کرده بودم که یادگاری بیارم. یه موقعی که پدرم اومد گفت اینا هیچ کدوم حق نداریم ببریم، به همه رو گذاشتیم و برگشتیم. خب بچه‌ای توی شرایط شما با توجه به شرایط اون روزای خانوادگی و
زندگی و جنگ و همه اینا باید از یه سری آرزوهاش بگذره، درسته؟ بگذره، باید بگذره. از چیا مثلا گذشتیم؟ توی دوران کودکی خب خونه های قدیمی بود و ما دو خونوار توی یک خونه زندگی میکردیم، خانواده خود ما بود و خانواده عمو، و تا سال 66 مادر بزرگ منم توی همون خونه زندگی میکرد، یعنی سه خونوار توی یک خونه بودیم. و روزهای ما، شروع روزهای ما با بازی های کودکانه و در انتها با دعواهایی که با پسر عموی خودم انجام میدادیم تمام میشد، قهر میکردیم و صبح دوباره همه چی از نو شروع میشد. این روزمرگی های یک بچه دهه 60 بود که تو سال 64, 65, 66 زندگی میکردیم و طبعاً و طبیعتاً آرزوهای خیلی زیادی موقع بازی کردن ها با پسرم‌های خودم و بچه محله های خودمون داشتیم. خیلی آرزوهای جالبی بعضاً به ذهنمون می‌رسید تو گپ و گفتگوهایی که با هم داشتیم، ولی الان وقتی فکر می‌کنم می‌دونم هیچ کدوم آرزوها الان نه بهش رسیدیم نه بعضاً شاید بهش فکر می‌کردیم. و خیلی برام الان جالب شد که یه فلش بک زدیم به 40 سال پیش که اون موقع چه آرزوهایی داشتیم و چی برای ما جالب بود، و قطعا از خیلی از اون آرزوها عبور کردیم. من هیچ موقع فکر نمی‌کردم که بتونم دوربین عکاسی دست بگیرم توی اون دوران، هیچ موقع یعنی اصلا به ذهن خودم نمی‌رسید که بتونم برای خودم مثلا یه شخصیتی پیدا کنم که برم پشت اون قاب جادویی تلویزیون که بخوام مثلا بشینم برای مردم صحبت بکنم. ولی خب این اتفاقا افتاد آروم آروم و من خدمت شما هستم. هیچ کسی نمیدونه واقعا آینده چی میشه. خیلی روایت میشنویم از آدمایی که میگن مثلا ما فکر نمیکردیم قراره که امروز اینجا باشیم. شما هم پس مستثنا نبودید. و با توجه به صحبتاتون این نسلی که میگن مثلا دهه 60 نسل سوختن، جدی که دلایلش این باشه. پس گذشتید از خیلی از آرزوهاتون و امروز هم تمناشو ندارید دیگه. نه. من امروز دارم با یه عکاس تراز یک صحبت میکنم که میرسیم به این که چه تصاویری رو ایشون با شاتر دوربینشون ثبت کردن و شاید بهونه حضورشون تو جمع ما همین باشه. میخوام این سیر رسیدن به امیر آقایی که یه زمانی به قول خودش اصلا فکر نمیکرده بخواد دوربین دست بگیره و امروز یکی از عکاسای الحمدلله بسیار موفق هست، بشنویم و ببینیم که چطور به اینجا رسیدیم. نوجوانیتون شده بود، کار میکردید، درسته؟ بله. من عرض کردم خدمتتون، من از 6 سالگی رفتم سر کار و همیشه با افتخار میگم توی دانشگاه هم بعضا به دانشجوها که صحبت میکنیم نسل امروز با نسل قدیم خب خیلی تفاوت داره، ولی بعضا که با هم صحبت میکنیم یه خاطره ای من میخوام از زمان کار کردن خودم برای بچه های دانشجو بگم، میبینم خیلی براشون قابل هضم نیست که مگه میشه تو 6-7 سالگی سر کار رفت. بله ما رفتیم آره و کار کردیم. دور از من مهدیار خودم وقتی الان 10 سالشه نگاهش میکنم سلامت باشید میگم یعنی مگه میشه بچه 10 ساله هم سر کار بره، ولی خب به خاطر شرایطی که اون زمان ها بود سر کار رفتیم و کارو شروع کردم. چی کار میکردین؟ من اخوی بزرگم موتورسازی کار میکرد، منم چرخسازی کنارش، یه اوستاکاری داشتیم که کار چرخ و باد زدن به چرخ و این کار رو من انجام میدادم. با کار دیگه که دستمون بر نمیدیم آب میوردیم برای پنج شاگردی میکردیم مغازه رو جارو میکردیم. و بعد از اون تابستون یا زمانی که امکان کار کردن داشته باشیم و یادم نمیاد که سر کار نرفته باشم، بعضا پدر بزرگ منو میبرد سر کوره برای کارگراشون کار میکردیم، یا یه بوتیک فروشی تو محلمون بود کار میکردم، لوازم تحریر، آرایشگاه. یه موقع من برای پسرم صحبت میکنم میگه بابا تو همه کاری هم کردی، میگم آره دیگه همه کاری تونستم. حالا رفتیم هر تابستون یه جا میرفتم کار میکردم و کارهای شغلهای مختلفی تجربه کردم. بیاین یه قراری بذاریم، یه نظر، یه کار موندگار. یه چراغ اضافی رو خاموش کنیم و روشنی ببخشیم به زندگی بقیه. قشنگه. بریم ادامه برنامه رو ببینیم.
امیر آقا، از لحظه که شما نشستین توی دکور یه چیزی توجه منو جلب کرد. دوتا از انگشته دستتون قطع شده، درسته؟ بله. خب مایی که الان امیر آقای حسامی نژاد عکاس درجه یک رو داریم، این خیلی دور از ذهنه که اصلا دوربینو بتونه حمل بکنه یا شرایط عکاسی ویژه و خاصی داره. جریان این نقص عضوه چیه؟ من توی یکی از مغازه‌هایی که کار می‌کردم، سال فکر می‌کنم 77 بود که توی یکی از محله‌های قم مشغول کار کردن بودیم، اونجا طی یه حادثه من دو تا از انگشتای دستم از دست دادم و نمیتونم بگم خوشحالم از این اتفاق، اما بعد از اینکه این اتفاق برای دست من افتاد، من وارد دنیای هنر و دنیای عین کار بودید؟ بله. کار یه دستگاهی و یه دستگاه پرسی بود، اومد دست من لای دستگاه گیر کرد. یه ثانیه آخر متوجه شدم دستم علا دستگاه در رو بردم و خودم ماشین گرفتم، سوار ماشین شدم و رفتم بیمارستان که دیگه رفتم تو بحث عمل. و زندگیتون عوض شد بعد از این اتفاق؟ ببینید، موقعی که قطع عضو میشی شما، که شاید این اتفاق نیفته برای هیچ کس، معلولی دیگه، میگن فلانی معلوله، حالا یا معلولیت، یا طرف دست نداره، پا نداره. من از ناحیه دست معلول شدم و لحظه ای که دست خودم از لای دستگاه پرس در آوردم تا خیابون، حدود مثلا شاید 2-3 متر فاصله بود، ولی تو اون 2-3 متر تقریبا خودم رو برای 50-60 سالگی خودم آماده کردم و خیلی سخت بود که یه بچه ای تو اون سن و سال اومده داره برای اقتصاد خونش زحمت میکشه و این آره یه اتفاقی داره کار میکنه، کار یدی میکنه، شاگردی میکنه. دقیقا همینطور بود. حالا یه اتفاقی افتاده، این کار رو نمیتونه بکنه. آره. و اونجا آمادگی اینو داشتم که یه آدم تنبل، آدمی بشم که همه من ترحم کنن، همه من بیان سلام بگن آخه دستش فلان شده، در فلانی انگشت نداره، دست نداره. دیدم نه، من اگه بخوام اینجور بشم زندگی رو از دست میدم و آینده ای ندارم. دقیقا این چیزی که دارم میگم این واقعیت اون موقعی که من دستم از لای دستگاه در آوردم تا خروجی مغازه که بیام ببینم مثلا پسرم رو ببینم، دو تا نفر رو پیدا کنم منو ببرن دکتر، به همه این اتفاقا فکر کردم. یعنی اونجا فکر کردم که اگه قرار باشه به خاطر معلولیت دستم خودمو بکشم کنار از زندگی، به هیچ جا نمیرسم. توی چند ثانیه واسه 50 سال آینده عمرتون خودتون رو آماده و مهیا کردم. برای امروزی که اینجا نشستم خودمو آماده کردم و خیلی فکر کردم که الان از الان به بعد چجور زندگی کنم. از این لحظه تا مثلا 1 دقیقه پیش من این امیر حسامی با اون امیری که دستش سالم بود فرق خب بود. بعدش چی شد؟ دیگه نمیتونستین عملا با دستتون کار بکنید؟ خیلی کارایی شما توی کارهای یدی کمتر شده بود. شاید اگر میخواستم کار نکنم همیشه مجبور داشتم، مجبور میمودم که یه نفر رو همراه خودم داشته باشم برای کارم، ولی خب دلیل نداشت که این اتفاق بیفته. چه کار کردین؟ دلیل نداشت. من روزای اولی که دستم از توی باند و حالا مسائل پزشکی در اومده بود، مثلا جوراب که میخواستم بپوشم خیلی سخته بود، خواهرم میومد کمکم میکرد، یا کارا شخصیمو که میخواستم بکنم حتما باید مادر بزرگم یا اخوی کمک من میکردن. خیلی برا من، به غرور من برمیخورد و خیلی سخت بود برام که، یعنی من هر موقع میخوام جوراب بپوشم باید خواهر من دنبالم باشه. خب این نمیشه که. اونجا بود که دیگه تصمیم گرفتم کاملا رو پای خودم بیستم و به هیچ عنوان از هیچ کس کمک نگیرم غیر از خدا. و آروم آروم تو همون روزهایی بود که من توی خونه خوابیده بودم توی بستر و خیلی به روزنامه و به روزنامه‌هایی که عکس داشت، روزنامه‌هایی که عکس محور بود علاقه داشتم. خب زمان بیشتری برای مطالعه داشتم تو اون ایام و آروم آروم وارد دنیای عکس و عکاسی و هنر شدم. روزنامه مثلا بیشتر چه روزنامه‌ای می‌خوندی؟ ببین اون موقع‌ها توی اقتصادی، ورزشی، روزنامه ورزشی کلاً. ورزشی. خب من خاطرم از روزنامه تلاش، روزنامه پیام آور، روزنامه البرز، اینا روزنامه‌ای بودن که عکس محور بودن. عکس‌های خوب کار چاپ می‌کردن. فضاشو دوست داشتی؟ مثلا احساس می‌کردی که این عکس ورزشی که من می‌بینم، اینو دوست داشتم. یه رابطه‌ای بین این عکس خودتون پیدا کردی؟ این رابطه باعث می‌شد که آروم آروم منم برم به سمت ژورنالیست شدن و به سمت اینکه خبرنگار شدی. میتونم منم خبرنگار باشم، منم میشه اسم من زیر اون، مثلا اگر زده عکس از علی کاوه میتونه باشه اسم عکس از امیر حسامی نژاد. و همین باعث شد که آروم آروم برم به سمت ژورنالیست شدن و خبرنگار شدن. که شدید؟ که شدم. چه شکلی اتفاق افتاد؟ من
توی اسفند ماه سال 78 بود که دست من دچار سانحه شد. توی تابستون سال بعدش اومدیم بیمارستان، یکی از بیمارستان‌های میدون ولیعصر. حالا به دلیل اتفاقایی که تو شرایط اون روز افتاد، دکتری که قرار بود منو عمل کنه سر عمل حاضر نشد، گفت مریضای منو مرخص کنید. بهشون زنگ می‌زنیم که مجدد بیام برای عمل. حالا ما 25 سال نشستیم که به ما زنگ بزنن بریم عمل دوم دستمون رو انجام بدیم. عجب. من توی میدون هفته تیری که میدون ولیعصر که بودم، هر روز که توی اتوبوس موقعی که میومدیم برای عوض کردن پانسمان دستم، مغازه هایی که عکس های ورزشی به توی ویتریناشون بود و همیشه نگاه میکردم و خیلی برام جذاب بود که یه موقع مثلا امکانش هست که عکس منم اینجا چاپ بشه، بزرگ بشه، و خیلی دوست داشتم با فوتبالیستا و ورزشکارا ارتباط بگیرم. موقعی که دکتر اومد منو مرخص کرد و عمل دست من انجام نشد، من از فرصت استفاده کردم، آدرس مغازه علی پروین رو گرفتم و خودم رسوندم به مغازه علی پروین. ایشون هم وایتدو رو داشت امضا میداد به هوادارا. من غرور اجازه نداد که برم از ایشون امضا بگیرم، علیرغم اینکه ایشون رو خیلی دوست داشتم و پرسپولیسی دو آتشه بودم. داخل پرانتز، شخصا غرور دارین، آدم مغروری هم هستی یه خورده، عزت نفس بگیم اسمش، حالا هر چی اسمشو میخواید بذارید. اونجا کاری که کردم شماره تلفن مغازه رو برداشتم، اومدم قم. قدیم خواهی خاطرتون باشه کارتهای تلفن 800 تومانی بود، یه کارت تلفن تهیه کردم. حدود یکی دو هفته طول کشید که من تونستم این کارت تلفن رو بخرم. کارت تلفن رو خریدم، چند بار زنگ زدم مغازه علی پروین، گفتم من خبرنگارم، میخوام با ایشون مصاحبه کنم. یکی هم گوشه برمی‌داشت و هر بار یه جوری ما رو دست به سر می‌کرد، تا اینکه کارت فکر کنم حدود 100 تومن 100 تا تک تومانی دیگه تهیه این کارت مونده بود. گفتم یه بار دیگه زنگ میزنم، اگر جواب داد داد، جواب نداد حالا میرم دنبال کار زندگی خودم. و اون روز یه شخصی به نام اکبر ولی گوشه تلفن رو برداشت، خدا خیرش بده. به محض اینکه گوشه برداشت، خاطرم هست، گفت فلانی میخوای با علی آقا مصاحبه کنی، میری چهارراه بازار قم دوتا جعبه سوهان میخری، اینم شماره تلفن من، سه شنبه ساعت 10 اینجا باش. راهشو به من داد، ولی خب من سه شنبه نمیتونستم دوتا جعبه سوهان بخرم و یکی دو هفته طول کشید. دوره با ایشون تماس گرفتم، هماهنگ کردم، رفتم مغازه علی پروین. ایشونو دیدی؟ ایشونو دیدم و ارتباط کاری و استارت کار حرفه‌ای عکاسی خبرنگاری من از پیش علی پروین خورد. برای تیم خاصی؟ نه، برای یک روزنامه‌ای قم که اون زمان چاپ می‌شد، من رفتم برای مصاحبه و عکس گرفتن ایشون. خب از اونجا به اینجا چه شکلی رسیدیم؟ ببین، موقعی که من کار عکاسی رو شروع کردم توی قم، خیلی عکاس خبری توی قم، اصلا عکاس خبری توی قم نداشتیم. یه تودی معارفه استاندار قم بود، من اونجا بودم، یه شخصیتی اونجا بود که موقعی که من دستم قطع شده بود ایشون میتونست کمک حال من باشه به خاطر پستی که سر کار بود. رفتم خدمت ایشون، یعنی مادر منو برد خدمت ایشون که پسر من مشکل براش پیش اومده، و من با ناراحتی و با سختی قبول کردم که برم پیش این آقا. این بنده خدا اصلا به من نگاه هم نکرد، یعنی منو زد کنار و من پرت شدم روی صندلی و همونجا بود که به مادرم گفتم بیا بریم. مثلا چه حس بدی داشتم، خیلی شرایط بدی بود، سن و سالم کم بود. اون بنده خدا حواسش نبود یا مثلا تحویل نخواست بگیره؟ از این مراجعاتی که مثل من می اومدن زیاد بود و من توقع داشتم حداقل یه نگاه بکنه که بگه مثلا آی واقعا این معلوله اومدید، شما دارید بگید معلول کمک میخواید. حالا انجام نشد دیگه و ایشون کمک حال من نبود. پشیمون شدی که اصلا چرا رفت؟ اصلا من همونجا مادرم رو برگردم، چادرش رو گرفتم برگشتم و خیلی هم ایشون ناراحت شد توی اون شرایط. گذشت، من شدم عکاس و توی یک مراسمی که توی استانداری قم برگزار میشد همون شخص رو دیدم. تو مردید خیلی خوشحال شد. بعد از یه زمانی دقیقاً حدود یک سال گذشته بود. خب تو شما هم دیگه تو عکاسیتون یه سال وقت گذرونده بودی؟ بله، یه دونه زنیت کوچیک خریده بودم و عکاسی می‌کردم. ایشون تا مردید فقط خودشو جمع‌جور کرد، مثلا بیا اینجا دو تا عکس از من بگیر. کم نگاهی بشم گفتم من شما عکس نمی‌گیرم. گفت پولشو میدم. این پولشو میدم به عکاس. گفتن یه قدری سخت برای ما، ثقيله. آره، یه قدری اذیت کننده بود. خودم پولشو نمی‌خوام. من از شخص شما عکس نمیگیرم، کسی دیگه باشه ازش عکس نمیگیرم. گفت چرا؟ دیگه نتونستم براش توضیح بدم که من همونی هستم که چند وقت پیش اومدم پشت در اتاق شما، به من نگاه نکردی و منو پرت کردی کنار
و شاید هم خیلی خوب بوده اون برخورده. شاید یکی از دلایل این که من تونستم رو پای خودم بایستم و کارم رو ادامه بدم اون برخورد بود. شاید اون اگه برخورد من نمیکرد و یه کمکی به من میکرد، یعنی ماهی رو به من میداد، من دیگه دنبال ماهیگیری و دنبال تلاش برای ماهی گرفتن نمیرفتم. ولی حالا هرچی بود گذشت، 25 سال حدودا همون اتفاق گذشته و ما بعدها با هم رفیق شدیم. چیشو گفتی بهش عکس نمیگیرم و اونم عکس گفت... نگرفتن؟ نه، چندی بار اصرار کرد، چون دو تا از مدیرای استان کنار ایشون بودن، دیدم خب زشت ازشون عکس نگیرم، گرفتم عکسو، گرفتم آدرس داد و برام بیار اداره، بردم ادارهشون. گفتم آقا منو میشناسی؟ گفت آره، چند روز پیش توی استان داری از من عکس گرفتی. گفتم خب آفرین، چه حافظه ای، جور دیگه منو نمیشناسی؟ گفت یکی دو بارم تو فلان برنامه ها دیدمت. گفتم دیگه چی؟ گفت نه دیگه نمیشناسم. گفتم من سال گذشته با مادرم پشت در همین اتاق اومدم، شروع هم بود اتاقتون، شما حتی به من نگاه نکردی، زدی رو سینه من، پرت شدم روی زمین. اونجا مشخص شد که از قصد این کارو نکرده و به خاطر حالا شرایط اون اتفاق افتاده بود. گفت من هر جوری بخوای کمکت میکنم. اونجا به من قول خونه داد، به من گفت بیا ازدواج کن، بهت خونه میدم، بیا تو اداره خودمون استخدامت میکنم، برای دوربین میگیرم، ماشین میگیرم. گفت من هیچ کدوم اینا رو نمیخوام، نه کمک شما رو میخوام، نه اون برخوردی که شما من کردی. اگر از این به بعد کسی اومد با شما یه همچین درخواستی داشت، این برخورد رو دیگه نکنید. اون بنده خدا شما باش رفیق شدی، گفتی، گفت فلان کارو برات میکنم، گفتی نمیخوام، هیچی ازش نخواستی؟ اون روز هیچی ازش نخواستم. خب چی شد برش؟ یه نشست خبریشون داشت، من رفتم ازش عکاسی کردم، یه قدری متوجه شدم که ذات و واقعا آدم با معرفت و آدم خوبیه. رفاقتمون ادامه پیدا کرد، ایشون اومد عراق مشغول شد و به خاطر مسئولیتی که داشت قرار شد که بیاد توی عراق. اون شغل مدیریتی داشت، شغل مدیریتی داشت، اومد توی عراق مشغول کار شد. و این عراقی که من دارم میگم با اون کربلایی که توی عراق هست فرق میکنه. ایشون رفته بود داخل یک کشور جنگ زده مشغول کار شده بود، نرفته بود توی کشوری که حرم امام حسین اونجا است، برای کار رفته بود. و همین باعث شد که یه روز منو صدا زد، من توی لابراتوار داشتم عکس شاپ میکردم، یه پاترولی زد جلوی در، پاترولی که حالا در 60 ها میدونم کمیته گفتن، پاترولای کمیته مثل نیروی انتظامی های امروز خودمون، اومد زد جلوی در و گفت حسامی نژاد. من برگشتم دادم منم، دقیقا یادم دمپایی پام بود و سر و وضع مناسبی نداشتم، اومده بودم فقط چند تا عکس چاپ کنم و برای مشتری آماده کنم. گفت که ما از طرف فلانی اومدیم، می‌خوایم بریم کربلا، حاجی می‌خواد بره کربلا، گفته شما هم بیاید. گفتم خوب باشه، حالا من میام برم وسایل. گفت نه همین الان داره میره. و ساعت 10:11 ظهر بود که منو سوار پاترول کردن، یه جوری تقریبا کت بسته. گفتم من موتورمو می‌خوام بیارم، گفت موتور خودمون میاریم. حالا نمی‌دونم می‌ترسیدم من فرار کنم از کربلا یا چی بود، موتور ایشون سوار شد و منو بردن تو محل کار این دوستمون. کار خدا یه گروهی قرار بود زمینی برن کربلا، یه گروهی هم قرار بود فردا صبح هوایی برن کربلا. و یه نفر از اونها که قرار بود هوایی بره کنسل شد و من قرار شد به جای ایشون هوایی برم. که برگشتم خونه کارامو کردم، کیفو رفتی کربلا، جمع آوری کردیم و اولین سفر با هواپیما مشرف شد. اولین سفر کربلا هم بود؟ بله. قبل از این نرفته بود؟ نه قبل از اون نرفت. اصلا قبل از اون ببین، موقعی که توی هیئت یا توی روزه ها مداح میگفت کربلا، هیچ موقع این حتی آرزو نمیتونستیم بکنیم، جرئت نداشتیم آرزو کنیم که بخوایم بریم کربلا. اون موقع یه مدت دولت عراق راه کربلا رو باز کرده بود، 500,000 تومان، 600,000 تومان، خاطرم نیست. زمان بعثیا. دقیقاً زمان بعثیا. ما هر چی دو تا چهار تا می‌کردیم، می‌دونیم حتی نمیتونیم آرزو کنیم که بریم مثلا تو این شرایط بریم کربلا. موقعی هم که ایشون رفته بود عراق کار می‌کرد، یه سری عکس گرفته بود نشون من بود، آقا عکاس دنبال خودتون ببرید، اینا چیه؟ بعد که دیگه همه چی جور شد و ما مشرف شدیم به لوکیشن شهر کربلا، توی ماشین داشتیم میرفتیم، آخر شب بود، رسیده بودیم، به من گفت که حسامین سمت راست رو نیا کن، الان حرم حضرت عباس اینجا پیداست. و من اونجا تعجب کردم که حرم حضرت عباس و یا ایشون هم توی کربلا خاکه. انقدر مطالعه نداشتم که نمیدونستم که حرم حضرت عباس هم توی کربلا. خب یعنی امیر حسامی نژاد که به هر حال توی خانواده مذهبی به دنیا اومده،
اون مسیر زندگیش و اون جریانهایی که براش اتفاق افتاده این شکلی نبوده که فکر کنید الان صبح تا شب هیئت بوده، همه چیه کربلا رو مسلط بوده. کربلا رو ما با امام حسین میشناسیم، یعنی من توی روزه ها همیشه، حالا غیر از شب، یعنی اون شناختی که الان شما داری اون موقع اصلا نداشتی؟ اصلا نداشتم. الان شاید خیلی هم که دارن برنامه رو میبینن قبول کنن که شهر کربلا و کلا کربلا یعنی امام حسین. نمیگیم نقش حرم حضرت عباس کم رنگه، ولی عاشقای امام حسین بیشتر میگن کربلا. حالا حضرت عباس، حرم حضرت عباس رو بیشتر به علقمه، به داستانهای دیگه ما میشناسیم. درست. خب من دقیقاً دست راستتو نگاه کردی، سمت راستو نگاه کردیم که یعنی منتظر بودیم این سایه ها و سیاهی ها رد شد، برسیم به اون منبع نوری که حرم حضرت عباس بود. و اونجا بود که خیلی برام جالب بود، چون من دقیقاً موقعی که دست من قطع شد توی بیمارستان بودیم توی قم، که اصلا دکتر می بالا سرم گفت دست باید از مچ قطع بشه و کاملا ما رو ناامید کرد. ما رو بردن بیمارستان، یکی از بیمارستان‌های تهران، اونجا بودن بیمارستان دیگه. من بیهوش شدم چون مواد بیهوشی تو بدنم بود و کامل به هوش نیومده بودم. کاملا بیهوش شدم و بی‌حس شدم. دقیقاً خاطرم هست که اونجاها توی اون راهرو و اون ورودی بیمارستان دیدم چند نفری توی صف وایستادن. میدونستم نمیتونم راه برم، ولی بودم چیه؟ گفتن یکی اومده اینجا داره همه مریضا رو خوب میکنه. این الان دقیقا خاطرم نیست خواب، ولی مطمئنم که توی اون خواب من خواب حضرت عباس رو دیدم و اونجا بود که رفتم و منم تو صف وایستادم تا نوبتم بشه. نمیدونستم چی میخوام، با اینکه دست من کل باند داشت و توی سینه من بود، من نمیدونستم که الان باید از ایشون چی بخوام. که نگاه به من کرد و گفت مطمئنا برای شما اتفاقی نخواهد افتاد. فرداش منو عمل کردن، 8 صبح تا حدود ظهر عمل من طول کشید، بیهوش شدم. فرداش یعنی روز سوم که بیهوش اومدم، هر لحظه ممکن منتظر بودم که موقعی که میان دست منو باز کنن من دستی نداشته باشم و لحظه شماری میکردم که ببینم آیا دست دارم یا ندارم. که موقعی که دست منو باز کردم من 5 تا انگشتم سالم بود و کاملا دستی که توی قم باید از مچ قطع میشد توی تهران عمل شد و 5 تا انگشت سالم بود. و این یکی از معجزات آقا ابوالفضل بود که توی محله قدیم خودمون، توی محله نوبهار، مسجد امام حسین، ما شبای پاسوها میرفتیم، هیئت‌های شهرها و روستاهای اطرافش بودن زیارت دوره میرفتیم. یه روستایی بود به نام سراجه توی قم که من میرفتم شبای پاسوها، میرفتم اونجا. این حضرت عباس اونجا بود، من که مثلا 7-8 سالم بود اونجا توی اون روزه ها بود که شناختم. و موقعی که توی عالم رویا بودم و خواب میدیدم که حضرت عباس، میدیدم که این همونی که اونجا سقا سقا کرده. حالا تو این معجزه رو از قمر بنی هاشم دیدی توی زندگیت و حالا برمیگردی بعد از سالها سمت راستتو نگاه میکنی و حرم حضرت عباس رو میبینی، چه حسی داشتی اون لحظه؟ اون لحظه شاید یکی از فینال های زندگی من بود. موقعی که آج آقا من گفت سمت راست رو نگاه کنید حرم حضرت عباس رو میبینیم، نمیدونستم باید الان خوشحال باشم که مثلا جایی دارم میرم که از بچگی واقعا علاقه داشتم، ولی هیچ موقع فکر نکرده بودم که آیا امکان داره بریم این حرم یا نه. نمیتونم وصفش کنم. و آخر شب که ما رسیدیم به ما گفتن که برای نماز صبح میریم حرم. من نمیدونم اون چند ساعت چجوری گذشت. یکی بحث زیارت سید الشهدا بود که من اومدم کربلا دیگه تموم شد، گلو زدم میرم تا مثلا چند ساعت دیگه زیارت. یکی هم بحث این که تو اون لوکیشنی که ما هستیم حرم حضرت عباس هم هست، اونجا هم میتونی بری. و خیلی برام جذاب و جالب بود که اول برم حرم حضرت عباس یا اول بیام حرم آقا سید الشهدا. تو این دو راهی مونده بودم. خونه ای هم که ما کرایه کرده بودیم، حالا قدیم سران هتل و مسافر خونه اینا نبود، هر کاروانا که میرفتن توی خونه ها اسکان داشتن. خونه ما طوری بود که دقیقا روبروی باب القبله بود
باید میرفتیم حرم امام حسین، ولی خب نشد دیگه، نشد بدون زیارت حضرت عباس بریم حرم امام حسین و جوری رفتیم که برای اذان صبح حرم حضرت عباس باشیم. من دقیقا یادم اولین عکسی که از حرم سیدالشهدا گرفتم دقیقا طلوع آفتاب، یعنی یکی دو ساعت گذشت و عکسای اولی که من از حرم، یعنی به خودم اجازه نمیدادم، خیلی دوست داشتم که اولین عکس از باب القبله از اون ساعت از اون گنبد بالا بگیرم. اولی بود که این دوربینو برده بودی بله توی بله. حرم و قرار بود اولین عکسایی که میخوای بگیری از حرم امام حسین، خودت نمیدونی که الان چیکار کنم و چه زاویه‌ای بگیرم، همه چی داره تو ذهنت میگذره ها. همه اینا گذشت ولی من میترسیدم که احساس میکنم یه بدهکاری دارم به حرم به حضرت عباس. برم اونجا، ما کوچیک که بودیم توی یه تیم فوتبال بازی میکردیم، یه گروهی بودیم به نام مجمع راهیان شهدا، یه مربی داشتیم، سرپرستی داشتیم به نام آقای خاکباز. ایشون همیشه ما تأکید میکرد بهترین لباستون رو و لباس نوعتون رو توی حرم ها بپوشید برای زیارت. و من اونجا لباس های نوع بالا هر چی برده بودم آماده شدم، نمیتونستم برم حرم آقا سیدالشهدا و رفتم حرم حضرت عباس و کار رو از اونجا شروع کردم. حالا نمیتونه بگی کار، ولی ورودم به کربلا و حرم حضرت عباس شروع کردم، بین الحرمین و حرم حضرت عباس و خیلی مسیر معمولش هم همینا برای رخصت میرن بعدن از حرم. آره بعدن تو روزه ها شنیدم که هم نمیدونست. آره واقعا نمیدونستم. بعدن تو روزه های اولین عکسی که از حرم گرفتی یادت میاد چی بود؟ بله بله همون طلوعه. حرم اینجور نبود، الان حرم بله. حسین با بله خیلی تغییر کرد، حدود 20 سال پیش خیلی فرق کرده. بین اون حرمین اینجور نبود. حالا عکس رو من خدمت شما میدم که اولین عکسایی که گرفتیم چجور بود، چی بود و چه حس و حالی داشت. و به جرئت میتونم بگم که شاید بهترین عکسایی که من گرفتم با اون دوربین سونی 717 که الان شاید دارم تعریف میکنم، کسایی که 20 ساله دارن کار میکنن خندهشون بگیره، با همون دوربین تو همون سفر اول گرفتم، چون کلی اراده پشت این دوربینه بود و آماده بودم که بهترین عکس‌ها رو ثبت کنم. پشادی عکاس باشی حرم سیدالشهدا. امیر آقا، یه خانومی بود چند سال پیشا به اسم امیلی گرتوی، عکاس انگلیسی بود که مسیحی بود و یه مستندی میخواست بسازه راجع به بزرگترین اجتماع مذهبی دنیا، The Road of Arba'in، جاده اربعین. اومده بود عراق و یه فیلمی ازش وایرال شده بود، توی صحنه حرم داره عکس میگیره، دیدی شما و همینجوری عشق میریزه. آها با هم بودیم. این تصویر چجوریه؟ آیا وقتی عکاس با هنرش داره صحنه هایی که از حرم ذوات مقدسه ثبت میکنه، چون میگن که عکاس باید اون سوژه‌ای که میبینه رو بهش حس داشته باشه که عکسش تأثیر بذاره رو مخاطب، من شنیدم توی اهل فن خودت، و ایشون گریه میکرد بدون اینکه شیعه باشه، بدون اینکه اصلا بشناسه کجاست، حرم چیه، تو برامون توضیح بده به عنوان عکاس. ببینید، حالا امیلی که اومد عراق، اومده بود دنبال ثبت یک اجتماع بزرگ، اصلا نمیدونست امام حسین کیه. سال بعد یه برنامه برای شما گذاشتیم، دلداده مسیح از حسین میگوید. ایشون اومد قم و اون برنامه خیلی جالب شد، تازه امام حسین رو شناخته بود. حالا روزای اولی که ما مشرف شدیم کربلا، من یه عادتی، عادت که نه، از همسفرام شنیده بودم، این عادت رو به خودم هم تحمیل کردم که نماز ظهرها تحت هر شرایطی گوشه بالا سر آقا سیدالشهدا نمازمو بخونم. یه پیرمردی هم بود که ایشون مثلا ساعت 10 نیم، چون من چند روز با این منده خدا کلنجار داشتیم که من میخوام بالا سر باشم، ایشون هم یعنی جای خودش اونجاها بود، ما بعد این منده خدا رو کنار میزدیم. نمازمو خوندم تمام شد، یک آقایی داشت روزه میخوند، این شیشگوشو گرفته بود، قسمت که الان خانم حسن، اون موقع آقایون هم میتونستن زیارت کنن. و من از نوای روزه‌ای که میخون خیلی لذت بردم. این که میگید باید حس داشته باشیم، بله، اون حسه اونجاها اومد. یعنی یکی از بهترین زیارت‌هایی که بهترین خلوت‌های من اون زمانی بود که این بنده خدا داشت برای خودش روزه میخون، دست توی این پنجره‌های فولادی انداخته بود و داشت برای خودش روزه سیدالشهدا میخون. منم خودمو گوشمو نزدیک کردم و گوش کردم.
کیفمو کردم، لذتمو بردم و به خودم اجازه ندادم حالشو خراب کنم. اما متوجه من شد، برگشت این نگاه به من کرد، کامل به من یه نگاهی کرد، گفت که تو چرا گریه میکنی؟ بچه بودم میگه، من فکر کنم 20 سالم بود، نه 17-18 سالم بود. خب یه نگاهی به من کرد، گفت تو مگه امام حسین رو میشناسی؟ خب به این برخورد، ادعا میکردم که آره امام حسین رو میشناسم. این سواله برام سخت تموم شد، گفت اگر امام حسین رو میشناسی؟ اون شناختی که تا اون لحظه من از امام حسین داشتم، امامی بوده که به خاطر زن و بچه‌اش اومده رفته کربلا، بچه‌هاشو کشتن، خودش هم شهید شده. گفتم آره که میشناسم. گفت چند بار اومدی کربلا؟ دفعه چندومه؟ گفتم دفعه اوله. یه نگاه به من کرد، یه خنده به من کرد، گفت نه تو امام حسین رو نمیشناسی. کسایی که یک بار اومدن کربلا امام حسین رو نمیشناسن. گفتم باش، تو برای خود، منم برای خودم. خب گذشت. دقیقاً شعبان سال میلادی یادم نیست. خب توی میلاد سیدالشهدا بود، اولین سفر کربلا بود. چند روز این صحبتش توی گوش من صدا میکرد که اولین بار، یعنی یک بار اومدی کربلا، امام حسین نمیشناسی، مگه میشه؟ اومدیم قم، رسیدیم قم، ولوله و اون آتشی که میگن توی زیارت سیدالشهدا هست، اون آتشه تازه اومد توی بدن من. شعبان تا شبای قدر حدود یک ماه و نیم گذشت و دست و پا میزدم دوباره بتونم برم کربلا. سال 82 بود به نظرم، 83 بود. امیر، دلیل این حال خراب این اشکا چیه؟ حالم خراب نیست، حال خوب. من اونجا واقعا دوست داشتم که برم دوباره اون امام حسینی که تازه شناختمش، تازه دور شدم و برم مجدد زیارت کنم. شبای قدر توی مصلای قم نشسته بودیم، سید مهدی میرداماد روزه میخون و اونجا ها گفت که یکی از دعاهاش توی شب قدر این بود که کسایی که نرفتن کربلا قسمتشون بشه برن. خیلی دوست داشتم، میدیدمش. خب موقع با سید ارتباط نداشتم، یه میگفتم فلانی فقط اونا که رفتن، اونا که نرفتن فقط برن کربلا، یعنی ما که یه بار رفتیم ما دیگه نمیتونیم دعا کنیم بریم. و رفتم پشت در منتظر شدم تا ایشون اومد، گفتم ولی من یه بار رفتم کربلا، ولی واقعا الان تازه دلم میخواد برم کربلا. ان شاء الله که بریم. اون دفعه اولیه رو متوجه نشدم. و شب قدر دوم به اون بنده خدا گفتی؟ به سید مهدی میرداماد گفتم. شب قدر دوم نشستم، اصلا دعا رو گوش نکردم، یعنی اصلا حواسم نبود، منتظر بودم که ببینم میگه یا نه. که توی شب دوم گفت کسایی که نرفتن قسمتشون بشه، کسایی که رفتن با مجدد قسمتشون بشه، اونایی که رفتن میدونن کربلا چیه. و اومدیم بیرون، توی یکی از رستوران‌های قم مراسمی بود، منم به عنوان عکاس دعوت داشتم. حالا خدا رو شکر این دوربینی که ما داریم آبرویی شده برای ما و خیلی از جاها میتونیم بریم. وارد اون مراسم که شدم، یه دفعه یکی از کارمندای اون دوست عزیزمون اومد، کجایی تو؟ حاجی در به در داره دنبالت میگرده. گفتم چی شده؟ گفت برای عید فطر دارن یه اتوبوس از خیرین رو میبرن کربلا. گفته حسام نژادم باشه عکس بگیره. دیدم که چقدر خوب شد، کمتر از دو ماه دوباره قسمتم شد که برم کربلا. و عید فطر قسمتم شد، رفتم کربلا و تا الان بیش از 80 سفر توفیق داشتم. عراق عکاسی کردم. خدا رضا مرتبه شکر. خوش به سعادتت. خوش به سعادتت. همه اینا از لطف و کرمی که آقا سیدالشهدا به ما داده. من تو ذهنم یه صحنه ای داشت شکل می گرفت. حالا تو چند تا انگشتتو از دست دادی و خودت گفتی معجزه حضرت عباس رو دیدی. ما میگیم بی دست کربلا، دست من رو بگیر. شاید تو بهتر میفهمی این جمله رو. تو این حال خوبت اگه اجازه بدی میخوام با بیننده هامون تو پایان بندی برنامه‌مون عکسایی که تو گرفتی توی
حرم سید الشهدا ببینیم، قبلش یه سلام به سید الشهدا بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بحنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر لحظ منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من و امیر تو کارگاه زری امام حسین با هم آشنا شدیم. امشب قصه امیر رو شنیدید. بعضی جاهاش برای منم خیلی جالب بود، تا حالا نشنیده بودم. ان شاءالله فردا شب منم براتون از زری امام حسین میگم.